شاگردای عزیز سلام، امید است که روزهای خوش را سپری کنین و به امید موفقیت ها و پیروزی های هرچی بیشتر شما درس امروز کیمیای خود آغاز میکنیم. البته شاگردای نازنین، قسمی که شما میفهمین باز هم سنف هفتم هستین، مضمونی که میخوانین مضمون کیمیا میباشه که یک مضمون واقعا بدرد بخور میباشه و جهان امروزی شما میبینین که بر مبنای علم کیمیا میچرخه. البته موضوعی که میخوانین استحصال هیدروژن میباشه، درس دوم میباشه و صفحه 59 الی 60 میباشه و فصل چهارم میباشه، یعنی آخرین فصل کتابتان فصل چهارم تشکیل میده. خوب شاگردای نازنین، البته پیش از اینکه ما و شما اهداف آموزشی را شروع کنیم، یک مرور کوتاه میکنیم به ارتباط درس قبلی خود. درس قبلی شما چی بود؟ هیدروژن بسیار خوب. میگیم که در طبیعت هیدروژن به پیمانی بسیار زیاد موجوده. اتمسفر یک عده از سیارات از هیدروژن ساخته شده. در خورشید هم مقدار زیاد هیدروژن وجود داره که با هم ترکیب میکنن، بر علاوه که گاز هیلیوم تولید میکنن، یک مقدار انرژی زیاد یا دوباره چی میکنن؟ از خود تشعشع میدن یا به حساب بروز میکنن. دیگه در زمین هم مقدار هیدروژن کم میباشه که البته این نظر به کم بودن کتله اتمی هیدروژن میباشه و همچنان خود گاز هیدروژن در ترکیب مواد غیر عضوی و مخصوصا در ترکیب مواد عضوی، یعنی به حد به طور وافر وجود داره و هرگاه ما وزن بدن انسانه، یعنی وزن بدن خود هرگاه ما به حساب تخمین کنیم، گفته می دانیم که به اندازه 10% وزن بدن انسانه چی تشکیل میده؟ گاز هیدروژن تشکیل میده. البته یک مرور کوتاه بود بالای درس قبلی ما. به می ترتیب شما خواص فیزیکیش خواندین و خواص کیمیاییش میخوانین. البته به ارتباط خواص فیزیکی میگیم که زمانی که گاز هیدروژن ما تحت فشار زیاد قرار بدیم به منفی 252.18 درجه سانتیگراد این حالت مایع اختیار میکنن و زمانی که هرگاه ما فشار زیاد میکنیم بالای گاز هیدروژن به منفی 259.8 درجه سانتیگراد این منجمد میشه یا حالت انجماد به خود اختیار میکنه. این یک مرور کوتاه بود بالای موضوعات درس قبلی. خب آره، ما شما میایم بالای اهداف آموزشی. بسیار خوب شاگردان نازنین متوجه باشین، از شاگردان انتظار میرود که در پایان تدریس به اهداف ذیل دست یابند. کدام اهداف؟ ببینید، معادلات کیمیاوی تعامل جسته با تیزاب نمک یک تعامل و سودیم را با آب تحریر نموده بتانند، یعنی دو معادله می باشد بر استحصال گاز هیدروژن که دو تعامل حتما شما چی میکنین؟ یاد میگیرین. دیگه گاز هیدروژن را به طریقه بدون خطر استحصال کرده بتانند، یعنی وقتی که شما استحصال گاز هیدروژن رو میخوانین یک طریقی بسیار ساده و بدون خطر را برای استحصال گاز هیدروژن باید یاد بگیرید. و سیومی که درک نمایند که گاز هیدروژن قابل احتراق میباشد. شما باید بفهمید، شما باید ببینید که واقعا گاز هیدروژن قابل احتراق میباشد یا میسوزه و ضمناً سازنده اکثر مرکبات عضوی میباشد. ما گفتیم که اکثریت مواد عضوی یا مرکبات عضوی در ترکیبشان 100% هیدروژن وجود دارد. خب بسیار خوب، انشاءالله این موضوعات رو فهمیدین. نام خدا. خب آره، من یک سواله که بسیار کوتاه دارم، حتما شما این سواله میفهمید. بسیار خوب، سوال قسم تره شده، خوب متوجه باشید. آب خالص متشکل از کدام عناصر میباشد؟
آب خالص. یکی ما آب خالص داریم، یکی آب داریم که در ترکیب از او دیگه مواد وجود داره. ما بهشون دیده نمیتونیم. اما زمانی که ما ایری جوش میدیم، میبینیم که برطرف اون رو مزرف موچی میکنن، ترسوب یا رسوب میکنن. خب، اینا آب خالص کدام آب؟ آب مقطر، بسیار خوب. آب خالص متشکل از کدام عناصر میباشه؟ کدام عناصر است؟ بسیار خوب. عناصر متشکل آب کدام میباشه؟ بسیار خوب. هیدروژن و دیگه چی؟ اکسیژن. آب برای نام خدا. خب، اینا ما و شما میاییم بالای چی؟ بالای استحصال گاز هیدروژن. در قسمت استحصال هیدروژن باید بگویم که برای اولین دفعه کی هیدروژن را کشف کرد. برای بار اول هیدروژن توسط کیمیادان و فیزیکدان انگلیسی، یعنی یک دانشمند بود که ای هم درس کیمیا و هم درس فیزیک ای چی میکرد؟ تحقیق میکرد. نامش چی بود؟ نامش کواندس بود. در کدام سال زندگی میکرد؟ در سال 1799 میلادی زندگی میکرد و ای تانست که گاز هیدروژن از تعامل یک فلز با یک تیزاب چی کنه؟ ای را استحصال کنه. البته قسمی که شما میبینین عکس کاشف گاز هیدروژن عبارت از کی می باشه؟ کواندش. بسیار خوب. خب، نازنین ها متوجه باشین، فعالیت هایی که ما شما اجرا میتیم، اجرا میکنیم، دو فعالیت می باشه. فعالیت اولش استحصال گاز هیدروژن از تعامل تیزاب نمک با فلز جست می باشه. مواد و سامانه که ما شما ضرورت داریم، یک دانه یا یک عدد فلاسک قاعده مدور، مدور شکل باشه، یا به شکل گرد باشه، یا ایلنوائر باشه، یا کدام گیلاس باشه، هیچ فرق نمیکنه. هر مواردی که، هر سامانی که ما به دست داشتیم، میتونیم از اونمو استفاده کنیم. هیچ ضرور نیست که شما طبق امو دستور کتاب یا طبق امو تصویر کتابتان شما عمل کنید. فقط تجربیتان نتیجه بتن. خب، سرپوش رابری دو سارخه، که اگه نباشه فرق نمیکنه. نل زانوخم شیشه ای، پایپ رابری، قیف پاچه درازی، یعنی قیفی که اون بدنش طولانی باشه، و یا قیف تبریقی، تشر آب، تستیوب، و یا بوتل، پایه مایه گیرا، قاشق گیرنده مواد، براده فلز جذب، تیزاب نمک، آب و گوگرد می باشه. و ما شما این تجربه رو میتونیم که به شکل ساده تر انجام بدیم. اینا رو من مواد تجربه رو به شما معرفی میکنم و بعد هم تجربه خود رو عملا کار میکنیم و شما میتونیم که این رو به طور عملی برای سینفیای تان نشان بدیم. گیرا و پایه. انشالله خب میبینین همه گیتان نه؟ پایه و یا گیرا. گیرا و پایه. بسیار خوب. نام خدا آفرین. زنگ میتل یا فلز جست، هیدروکلوریک اسید یا تیزاب نمک، هیدروکلوریک اسید یا تیزاب نمک، قاشق گیرنده مواد، قاشق گیرنده مواد، توسط از این ماچ میکنیم، مواد میگیریم، گوگرد، گوگرد، یک عدد تستیوب، یک عدد تستیوب پایرکس، دستکش، یک جوره دستکش، یک دانه ماسک. بسیار خوب. خب شاگردای نازنین، آن ما شما چی میکنیم؟ خب گیرا و پایه داریم، این یک کم این طرف میمانیم، بعد رو چی میکنیم؟ بعد از او ماسک میپوشیم. کوشش کنین که یکی از مقررات کار در لابراتواری می باشه که زمانی که شما همراه مواد کیمیایی سر و کار دارین یا کار میکنین یا دست میزنین، از ماسک و دستکش چی کنین؟ کار بگیرین یا استفاده کنین تا این که خدای نخواسته باعث کدام مشکل حاد نشوین. خب، ماسک پوشیدین. خب، بسیار خوب. دخترای نازنین دقت کنین. بوتل زنگ یا زنگ میتره میگیریم. سرشو باز میکنیم. همچنان قاشق سوخته میگیریم.
یک مقدار فلز جست در بینچ سیوب میکنیم. و قسمی که شما میبینین فلز جست دارای یک ساختمان میباشه و معمولا نلای اول که میسازن از این میباشه. ایره چی میکنیم؟ ایره در تستیوب میندازیم. تستیوب را توسط گیرا مکم میکنیم. یک مقدار فلز جست در بین تستیوب میندازیم. البته تستیوب را به شکل مایل بسته میکنیم. بعد هم سر بوتل جست را محکم میکنیم، دور میمانیم برای اینکه کدام خطر خدای نخواسته متوجه ما نباشه. بعد هم چی میکنیم؟ بعد هم سر بوتل هایدروکلوریک اسید و یا تیزاب نمک واز میکنیم. ببینید این سر پشت دور میکنیم و بعدا چند قطره تیزاب نمک بالای هایدروکلوریک اسید علاوه میکنیم. شما دقیق متوجه باشین تعامل بسیار سریع صورت میگیره. ببینید گوگت میزنیم. دیدین؟ دیده شد؟ میبینین؟ گاز هایدروژن امرای اکسیژن میسوزن. صحیح شد؟ خواه اینال شاگردای نازنین چه میکنیم؟ سر بوتل را بسته میکنیم. این یک طرف میمونیم. آل تعاملش را ما و شما نوشته میکنیم. این شما چه میکنین؟ تجربه را مکمل دیدین زمانی که گوگرد روشن یا مشتعل بدان تسیوب نزدیک کردیم به شعله روشن سوخت و تشکیل صدا کرد که علت تشکیل شدن صدایش تعامل یا سوختن هایدروژن به همراه چی بود؟ به همراه اکسیژن بود. خب البته ایره شما طوری که مشاهده کردین ایره در کتابچه‌تان یادداشت میگیرید. حالا من تعامل جست با تیزاب نمک نوشته میکنم. شما دقیق متوجه میباشین بعدا ایره یاد میگیرین در خانه تمرین میکنین تا اینکه انشالله کیمیا رو یاد بگیرین. خواه تعامل جست زید این جست به کدام شکل بود؟ به شکل جامد بود نه؟ شما خود دیدین دیگه اس جامد. تیزاب نمک تیزاب نمک به کدام شکل بود؟ به شکل مایع بود HCl. زمانی که جست با تیزاب و نمک تعامل میکنه چی رو میسازه؟ زینک کلوراید یا کلوراید جست رو میسازه. زینک کلوراید زید این سی ال دو و هایدروژن چی میشه؟ هایدروژن بیچاره رو آزاد میسازه میکشه. شما به جای شدن گاز هایدروژن دیده. خب یک اتم جست اینجا داریم، یک اتم جست اینجا داریم. چند اتم کلورین داریم؟ دو اتم، یک اتم کلورین اینجا داریم، دو اتم کلورین اینجا داریم. فورا اینه می دور دستش میگیریم، میاریم اینجا میشنیم. یا پیش روی گاز هایدروژن کلوراید
تیزاب نمک ما چه میکنیم؟ یک دو نوشه میکنیم. وقتی که دو نوشه کردیم این دو هم با هیدروژن و هم با کلوری ضرب میشه، یعنی دو اتم هیدروژن، دو اتم یک مولکول هیدروژن و دو اتم کلورین، دو اتم کلورین معادله توزیع شد. اینا رو معادله را به شکل حروفی نوشته میکنیم. جست این زنگ هم میگن جمع تیزاب نمک. وقتی که با هم تعامل میکنه کلوراید جست میسازه. کلوراید جست یا زنگ کلوراید هم میگن. البته بعد از سلفای بعدی انشاءالله این موضوعات رو میخونیم. جمع هیدروژن این یک فعالیتی بود که ما شما انجام دادیم. آره میاییم خب و این تصویرش رو میبینید. خب اینا رو پیش از اینکه فعالیت دوم یا بعدی رو انجام بدین شما بینین چقدر یک دختر مقبول و نازنینه که در لابراتوار ای را نشان میده که در انجام در حین اجرای تجربه میباشه یا یک تجربه را میخواه که به حساب عیار کنه و ای را انجام بده. خب آره میاییم بالای فعالیت دوم. انشاءالله خستگیتان رفع شد. خب استحصال هیدروژن از تعامل آب با سودیم. خب البته من موادش رو باز هم بر شما معرفی میکنم. خب البته موادی که در کتاب نوشت من بر شما معرفی میکنم، بعدا باز اونمون تجربه رو که من خودم بر شما لازم دیدیم او رو اجرا بکنیم. مواد ضرورتش تشت آب، یک دان تشراب است، یک دان سلندر است، پایاب گیرا می باشه، قاشق سوخت، پنس، کارد، سودیم پلیزی و گوگرد می باشه. خب اینه ما چه قسم کار میکنیم؟ سودیم از بوتل تل میکشیم توسط پنس، بعدا توسط کارد یک قسمت کوچک شقت میکنیم، در کاغذ می پیچانیم، در قاشق سوخت می مانیم و قاشق داخل آب میکنیم و آن را نزدیک دهن سلندر که قبلا پر از آب نموده اید به طور معکوس قرار میدیم تا اثر تا در اثر تعامل سودیم با آب هیدروژنی که آزاد میگیرد در سلندر جای آب چیکنه اشغال کنه. سپس با انگشت شهادت دهن سلندر را محکم میکنیم، به احتیاط سلندر را تش خارج میکنیم، بعدا گوگرد مویشایل نزدیک دهن سلندر میکنیم و میبینیم که چی واقعا صورت میگیره یا رخ میده. اینا رو مواردی که من در تجربه بر شما استفاده می کنم. خوش شاگردای نازنین ببینین باز هم ما و شما چی داریم؟ گیرا و پایه داریم. ای گیرا و یا پایه. گیرا و پایه. خب دیگه چی داریم؟ یک عدد تستیو. یا هم تستیو پا پایرکس هست. دیگه چی داریم؟ یک بوتل هاوی سودیم. من در دستای قبلی هم بر شما گفته بودم که سودیم چون که فلز فوق العاده فعال است، فلز نرم می باشه، این معمولا در بین تل خاک، در بین بوتل های نصفاری برای که هوا دهی تاثیر نکنن، این چی میکنن؟ نگه داری میکنن. گوگرد باز هم یک عدد پنج. یک عدد پنج. کتر یا قطع کننده. کتر یا قطع کننده. شیشی ساعت. کاغذ فلتر. خب. بس دیگه نمکه که باید میکنم. خب. باز هم چی میکنیم؟ میگیریم تستیوپه که کاملا پاک و خشک باشه. ایره توسط گیرا به پایه محکم میکنیم. البته قسمی که شما میکنین تستیوپ به شکل مایل بسته میکنیم تا
بچه را بعضی تعاملاتی می باشن که بسیار به صورت می گیره و امکان تیتو پاشان شدن به چهار طرف می ره. از او خاطر ما تستیوپا به شکل مستقیم بچه نمی کریم بلکه به شکل مایل بچه می کریم به این شکل. بعدن چی می کنیم؟ بعدن 6 ساعت می مانیم و بالایش کاغذ فیلتر قرار می دیم. بعدن دانه بوتل چی رو باز می کنیم؟ بوتل چی بود نامش؟ سودیم. شما قبلا هم سودیم دیده. سودیم به شکل توتها می باشه. این را بر روی کاغذ فیلتر می مانیم و سر بوتل رو باز می کنیم. چرا؟ چون که سودیم فوق‌العاده فعال و بسیار خطرناک می باشه. دانه بوتل رو باز می کنیم. اینان این رو میمانیم که چی شوه؟ تلش به حساب تل خود عدس بده. خب بعد رو چی میکنیم؟ بعد از او شاگردای نازنین این رو توسط امیچاکو یا کتر چی میکنیم؟ قطع میکنیم. البته در درسای قبلی شما چی کردین؟ شما سودی همه جلای شدیدین. این یک تو تگکش رو قطع میکنیم. و جلایش رو شما میتونیم که ببینیم. مقدر میشه زود. خب پیش از اینکه سودیم رو پرتیم در داخل تیسیوب چی میکنیم؟ او مندازیم. خب آنه چی میکنیم نازنینا؟ سودیم هم ما بین او مندازیم. و این را میتونیم که به این شکل هم تجربه کنیم. خب انشاءالله شاگرده نازنین دیدین تجربه خوشتان آمد. دلچسب بود یا نه؟ خب بسیار خوب. خدا کنه که دلچسب بوده باشه. خب این حال باز هم ما شما چی میکنیم؟ ما شما دیگه همراه مادره سر کار داریم. باز هم چی میکنیم؟ باز هم مادره گشته نشته میکنیم. به اجازهتان من تخته رو پاک میکنم. بعدم معادله تعامله بر شما نوشته میکنم. تعامل سودیم با آب. سودیم. جمع آب. خب شما پرسان میکنم که آب به کدام شکل نوشته کنم؟ به شکل H2O نوشته کنم؟ یا به شکل H2H نوشته کنم؟ کدامش به نظر شما اگر من در این تعامل نوشه کنم خوب تر خواهد باشه؟ ای یا ای؟ اول یا دوم؟ دوم بسیار خوب. این رو به این شکل نوشه میکنیم برای شما ببینید که واقعا هیدروژن از کجا آزاد میشه. بسیار خوب. H رابطه و H. زمانی که سودیم که یک فلز فوق‌العاده فعال بود به مجردی که به تماس او میایه شما میبینید که به چی صورت سودیم بروی او گردش میکنه، حرکت میکنه، سودیم هایدروکساید میسازه و گاز هایدروژن آزاد میشه. که البته آزاد شدن گاز هایدروژن هم شما در تعامل دیدید. خب سودیم میایه چی میکنه؟ سودیم میایه بیچاره هایدروژن رو به جای میکنه. این رو میگه برای دیگه. این بیچاره میایه دیکن میشینه. جامعه. و سودیم میای چی میکنه؟ اینجا جای هایدروژن رو میگیره. سودیم هایدروکساید میسازه. خب مدلش تقریبا اسکلت بندی شد. حالا ما شما اینو چی میکنیم؟ اینو توزیع میکنیم. بسیار خوب. خب حساب میکنیم.
یک سودی هم اینجا داریم، یک سودی هم اینجا داریم. فعلا تعداد اتمای سودی ما با هم برابر هم. اینجا چند هایدروژن دارش حلقه کردیم؟ یک هایدروژن. اینجا چند هایدروژن داریم؟ دو اتم یا یک مولکول. پس تعدادشان مساوی نیست. چی میگیریم؟ فورا اینمی دوی هایدروژن اینجا نوشته میکنیم. وقتی که دویش نوشته کنیم دو اتم هایدروژن میشه و دو گروه پوهید میشه. در حال که ما و شما چند گروه پوهید داریم؟ اینجا یک دانه داریم. پس فورا چی میگیریم؟ سودیم هایدروکساید ضرب دو میگیریم. وقتی که سودیم هایدروکساید ضرب دو کردیم دو اتم شد. اینجا چند اتم سودیم؟ اینجا یک اتم. فورا سودیم هم ضرب چند میگیریم؟ ضرب دو میگیریم، معادله توزیع میشه. حالا همین معادله رو به شکل حروفی نوشته میگیریم. سودیم جمع چی؟ آب بود. چند مولکول آب؟ دو مولکول آب. با هم تعامل کردن سودیم هایدروکساید ساخت. و هایدروژن بیچاره چی شد؟ آزاد شد. خب بسیار خوب شاگردای نازنین. خب اینا من یک موضوع که بر شما تاکید میکنم و این به شکل یک نود میباشه که همیشه ای را باید شما به خاطر داشته باشیم. در وقت تعامل سودیم با آب که ما شما تعامل داریم، احتیاط کنین که تاتوتاهای کلان سودیم یعنی به اندازه نخوته به طور مستقیم در آب نندازید. چرا؟ برای که امکان داره اعتراق صورت بگیره، امکان داره که اعتراق صورت بگیره و همزمان حرارت آزاد میشه و امکان داره که عدال تیسیوف یا ظرف ما براید. از او خاطر خطر اعتراق شدید وجود میباشه. رضا توصیه میگره تا توتاهای کوچک سودیم را در کاغذ بپیچانید و بعدا آن را در قاشق سوخ گذاشته و تجربه را اجرا کنید. فرق نمیکنه که اگر در تستیوب هم اجرا کنید تجربه را، اگر در قاشق سوخت هم نمانیم، ما قاشق سوخت داشتیم چون که قاشق به هر چوچه بود هیچ امکان نداد و میتونید که تجربه را انجام میدین. بسیار خوب. انشاءالله شاگردای نازنین درس پا میدین. بسیار خوب. کدام مشکلی ندارین؟ اگر مشکل داشته باشین مرد جیریان بارین. ندارین؟ بسیار خوب. خب آره میاییم بالای کار خانگی تان. دو سوال کارخانگی بر شما میتونم این حل میکنیم. سوال اول، چرا سودیم را در بین تلخاک نگهداری میکنم؟ اینجا میبینید که من براتون گفتم علاش شما اینه تا نشه میکنیم. و سوال دوم، هر بار توتی کلان سودیم را در بین آب بندازیم به چی حادثه مواجه خواهیم بود؟ خب انشاءالله کدام مشکل ندارین؟ بسیار خوب. نام خدا. خوب از توجه شما یک دنیا تشکر. امید است که درسایتان همیشه به این شکل که امروز یاد گرفتین به این شکل یاد بگیرین تا روزهای آینده شما را به خداوند بسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشه. خداحافظتان.